و در این بخش از نیمه روز بیشتر صحبت میکنیم در رابطه با بازگشت مهاجران افغان به کشور با مهمانان آقای عبدالملک افغان، فعال حقوق مهاجران که از طریق خطسکای پاسپورت شدند و اینجا در استودیو آقای هوادسازی استاد دانشگاه حضور یافته است. خیلی خوش آمدید مهمانان گرامی، سپاسگزار حضورتان. زاده سیبی جزا بدین با شما آغاز بکنیم. نظر با آمارها در سال گذشته نزدیک به 2 میلیون مهاجر افغان به کشور برگشتند. در چنین شرایط فکر میکنین که افغانستان ظرفیت جذب مهاجرینی که در بیرون هستند را دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته افغان صاحب ته استاد او قدرمن لیدونکو ته. متاسفانه چې دغه 1,800,000 مهاجرین چې دی افغانستان ته راغلي دا تقریبا اکثریت په جبري توګه له یادو هیوادو څخه شړل شوي دي، چې په یادو هیوادو کې پاکستان او ایران ډیر مهاجرین افغانستان ته بیرته راشړلي دي. د نړیوالو د مهاجرینو د کنوینسون په اساس باندې دا باید داوطلبانه دوی بیرته هیواد ته ستانه شي، ځکه چې دلته باید دوی ته سهولت موجود وي، اقتصادي رفاه موجوده وي، مسکن مشکل ونه لري او دې ته ورته نور مشکلات ونه لري. په دې اساس باندې دوی بیا کولی شي هیواد ته بیرته راستانه شي، مګر دا ټول جبري ایستل شوي دي. مسله دلته دا ده چې موږ هم غواړو چې ټول مهاجرین افغانستان ته بیرته راستانه شي. هغه ظرفیتونه، هغه پانګ او شتمني چې دوی سره ده په ایران او په پاکستان او ځینې نورو هیوادونو کې دوی هلته پانګه اچونه کړې ده، هغه راوړي دلته افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي او دلته به په کاریابۍ باندې هم تاثیر وکړي او نور اقتصادي رفاه کې به موږ سره هم کومک وکړي. ولې مشکل اساسي دا ده چې دوی هلته د هغه ځای څخه په زور شړل کېږي او دلته امکانات دومره نه دي په هغه کچه باندې چې دوی دغه په دومره لویه شمېر کې مهاجرین دلته جذب کړی شي، دلته به ورته زمینه مساعده شي، دلته ورته به ځای او مناسب ځای هغه شي، ځکه چې اوسنی حکومت په اقتصادي لحاظ باندې په مشکلاتو کې ده. په عین زمان کې دلته لوی مشکل چې ده، د 2 میلیونه چې راغلي 2 میلیونه ډېر به د افغانستان څخه بیرته وتلي وي. لوی مشکل دلته بیکاري ده، بیروزګاري ده او دغه اکثریت مهاجرینو لړۍ چې روانه ده او اروپایي هیوادو ته ځي یا مثلا ایران پاکستان ته ځي، دې ستر لامل همدغه بیکاري او فقر ده. تر څو چې موږ د فقر او د غربت په وړاندې مبارزه نه وي کړې او دلته مو د کاریابۍ دپاره او د کارموندنې دپاره اغېزمن ګامونه نه وي پورته کړي. مکلفیت های مرسومی میخوایم بپرسم زازای سیب، خب هرچه که شما اشاره کردین که مثلا اینا به گونه داوطلبانه برنگشتن، به گونه اجباری اخراج شدن، چون میبینیم که این روند پس از حاکمیت دوباره امارات اسلامی بیشتر شده، کشورها دست به اخراج اجباری مهاجران افغان زدن، چرا فکر میکنین سیاست اخراج اجباری افغان رو روی دست گرفتن؟ متاسفانه چې په دغه څلوېښتو کالو یا څلور څلوېښتو کالو رئیس چې مهاجرت لړۍ د افغانستان څخه پیل شوې ده او د مجبوریتو په اساس باندې افغانان نورو هیوادونو ته په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو ته مهاجر شوي دي، له هغې ورځې رئیس تر ننه پورې ګاونډیو زموږ په وړاندې د دې مهاجرینو څخه سیاسي ګټه پورته کړې ده. وخت نا وخته چې د افغانستان افغانستان سره د دوی روابط خراب شوي دي، افغانستان سره سیاسي روابط خړپړ شوي دي، د یادو هیوادو په عین زمان کې اقتصادي روابط ورسره خړپړ شوي دي، اما همدغه مهاجرین څخه دوی سوء استفاده کړې ده، سیاسي ګټه ورڅخه پورته کړې ده. نو په دې اساس باندې پاکستان موږ او تاسو کرا واخلو، ایران کرا واخلو، در حال حاضر هم به عنوان یک ابزار سیاسي استفاده میشه مهاجران افغان در برابر حکومت امارات اسلامی، به شک چې د یو سیاسي وسیلې په توګه ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. ولی اوسنۍ حکومت مکلفیت لري چې د مهاجرینو بهتر فکر میکنین، چون این چیز به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده میشه در برابر حکومت سرپرست؟ خب خو ځینې مشکلات چې راپورته کیږي، ځینې ستونزې چې راپورته کیږي، ځینې مسایل چې راپورته کیږي د اوسنی حکومت سره د ګاونډیانو، نو بیا د فشار د وسیلې په توګه د مهاجرینو څخه دوی هم استفاده کوي او غواړي چې په اوسنی حکومت باندې د فشار په توګه استفاده ورڅخه وکړي او د ورسو وکولی شي خپل موخو او هدف ته د اوسنی حکومت سره کوم مشکلات چې لري د هغوی حل کې ورسیږي. سپاسګزارم. برمیگردم دوزای سپ افغان سپ، خیلی خوش اومدین، از حضورتان سپاسګزارم. از دید شما فکر میکنین حالا نزدیک به 2 میلیون که برگشتن، هرچند زاده ایسه نظریات خودشون داشتن، مرایزاتشون داشتن، چقدر در کنار از که خب بالا یک گفتم میشه افغانستان درگیر بحران ها هست، اما همزمان میتونه فرصت ها را هم مهیا بکنه برگشت مهاجران به افغانستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما. ببینید، برگشت مهاجرین به کشور بسیار مفید است، نه تنها به خود کشور فایده‌مند است بلکه به جهان نیز بهتر است، چون که وضع امنیتی همراه اینا هنوز بهتر شده میره. اینها همراه خود ایده های نو کاروبار را با خود میارن، بازه هایشان کاروبار دارن در کشورهای بیگانه، آن کاروبار های خود را به افغانستان انتقال میتن. اگر حتا کار هم نداشته باشند، در آن کشورها آموزش دیدن، از امود داشته های خود
به افغانستان از استفاده میکنند. باید زمینه هرچی بیشتر برای مهاجرین مهیا شود. اما افغان سب اصل مسئله است که روند بازگشت یا با چه مکانیزم باید باشه. میبینیم حالا همون گونه که زازه هم اشاره کردن به گونه اجباری اخراج شدن نزدیک به 2 میلیون که هستن و این روند هنوز هم جریان داره. برعکس میبینیم به می شمار دوباره افغانستان را ترک میکنن. از این بیشتر افغانستان را ترک میکنه. این بدبختی است که فعلا زمینه در افغانستان برای خود افغان ها مساعد نیست. کسی که فعلا در کشور هستند برای حقوق از اونها حفظ نیست. البته بدبختانه باید گفت اینکه بعضی ها به خاطر تعلیم و تحصیل اولاد های خود کشور را ترک میکنند، بعضی ها به خاطر کاروبار از افغانستان خارج میشود. برای نظام فعلی کار است که اینها در این راستا کار بکنند تا زمینه برگشت را برای همه مهاجرین البته مهیا کنند، نه تنها برای کسایی که بیرون هستند برگردند، بلکه کسایی که امروز از افغانستان خارج میشوند. بازدارها افغان افغانستان را ترک میکند و به کشورهای خارج پناهنده میشن. این سوال خود امارات باید از خود بپرسد که اینها چرا کشور را ترک میکنند. اینها باید از اینها پرسان کنند که چرا وطن خود را ترک میکنید و میبرید و تا از راههای خطرناک و کشورهای بیگانه میروید. این سوالی است که باید از خود همی مهاجرین از طرف امارت اسلامی پرسیده شود. و بذارن که خب واضح هم است اکثریت از جوانان همان گونه که زازه بشوره کردن به علت نبود کار در افغانستان میخوان ترک بکنن. همین کادر رفتن فرار مسایی که شکل میگیره و صورت گرفتن بیشتر هم علتش بیکاری بوده. اما به یک مسئله که بسیار مهم هست رفتار کشورها در برابر مهاجرین است. در اواخر هم نوارای تصویری هم که شما حتما خودتون هم دیدین اون چه که در برابر مهاجران افغان گذشت. چرا باید کشورها در حالی که میدونن که ضعف وجود داره، افغان ها درگیر یک وضعیت متفاوتر سیاسی هم هستن، بشری هم هستن، چون این یک رفتار را باید اتخاذ بکنن در خصوص مهاجرین؟ بله، این که اشتباه بزرگ است که کشور همسایه بالخصوص این نوع رفتار با مهاجرین میکند که اینا حقوق مهاجرین را نقض میکند. تا دماده هایی که برای مهاجرین حقوق داده شده او را زیر پا میکنند. به این کشور هم کار است که اینا در این راستا همراه خود حکومت افغانستان کار میکنه. کسی را میخواد که نقض حقوق یک کسی باید باشه که اینا را مسئول بپنداره که شما چرا باید قوانین نقض بکنید. یک کنوانسیون جهانی وجود داره، حقوق بشر وجود داره، نهادهای جهانی وجود داره. چرا کسی نه صدقل انگشت طرف اینا انتقاد بکنه که چرا باید در خصوص افغان ها چنین یک رفتار صورت بگیره؟ بله، البته از طرف نهادهای بین المللی برای مهاجرین در راستا سر صدا خود بلند کردند. در کشور بریتانیا سر صدا بلند شد. حتی تصمیم بر آن است که حتی تظاهرات صورت بگیرد در مقابل سفارت ایران بالخصوص که چرا با مهاجرین این نوع برخورد. فکر میکنید اثرگذار میتونه باشه؟ سیاست های کشورها رو تغییر میده در خصوص در قبال مهاجرین افغان؟ بدبختانه تا بالی که ما دیدیم سیاست هایشان زیاد تغییر نکرده که اینا خودشان زیر فشار هستند، فشار اقتصادی و بالخصوص ایران. بسیار تشکر. اقتصادی هم از اونها هم مشکلات خود را دارند. ولی به طور عموم حق مهاجر است که بعد هر جا خواسته باشد براد اگر زندگیشان در کشور خودشان در خطر است باید همراهشان برخورد خوب صورت بگیرد. بسیار تشکر. سپاسگزارم. برمیگردم. افغان سپسازه سپ خرچند اشاره ایم که شد افغان سپ اشاره کردن در خصوص مهاجران رفتارشان در کشورهای دیگر در برابر مهاجران افغان. خب در جغرافیای اونایی که زندگی میکنن حق قضیه دارن که به اخراج بکنن. ولی به این شکل فجیع یک حقیقی داده که باید در خصوص افغان ها چنین رفتار رو بکنن. ما گزارش های را از پاکستان داشتیم چی رفتار رو داشتن سال گذشته میلادی و حالا در ایران. لا شک پرته چې مهاجرین حقوق لري، کنوینسیون لري، په هغه کې دوی حقوق هغه شوي دي. دوی هلته د سرمایه‌ګذارۍ حق لري، هلته د اوسېدو حق لري، هلته د تعلیم و تحصیل حق لري، هلته محکمې ته د لاسرسي حق لري، قضایي عمران ته د لاسرسي حق لري. دا ټول حقوق نړیوال ورکړي دي او په نړیوال کنوینسیون کې ځای پر ځای شوي دي. متاسفانه زموږ د ګاونډیو لخوا دغه حقوق ټول تر پښو لاندې شوي دي. د مهاجرین څخه سوء استفاده کړې ده، سیاسي ګټه ورڅخه پورته کړې ده، د سیاسي وسیلې د ابزار په توګه حربې توګه ورڅخه ګټه پورته کړې ده. نو په دې اساس باندې هغه برخورد چې په ایران کې د مهاجرینو سره په د تیرو څو ورځو کې روان ده، هغه برخورد چې د تیرو دوه درو کلو راهیسې په پاکستان کې د مهاجرینو سره روان ده، دا مطلق د ټولو حقوقو نړیوالو حقوقو په مغایرت کې قرار لري او دوی نه یې توانلي چې دا پیاده کړي. اساسي مسله دا ده چې دوی په دې پافشاري باندې غواړي چې او په دې زور باندې چې په مهاجرینو باندې اچوي، له یوې خوا غواړي په حکومت باندې په افغانستان حکومت باندې فشار راوړي، له بلې خوا غواړي د نړیوالو
هغه سازمانونو څخه د هیوادونو څخه چې په دې برخه کې فعال دي کار کوي د هغې څخه دوی پان ترلاسه کړي دوی پیسې ترلاسه کړي ځکه چې موږ او تاسو که یو ګاونډی پاکستان راواخلو دوی په بد اقتصادي وضعیت کې قرار لري او دې دپاره چې دوی د دې باوجود چې هلته دوی په میلیاردونو ډالر سرمایهګذاري افغان مهاجرونو هلته کړې ده د پاکستان په اقتصاد کې ډېر مهم رول لري هلته ډېره سرمایهګذاري کړې ده بیا هم دوی غواړي چې د دې په سر باندې پیسې ترلاسه کړي او پان ترلاسه کړي او تر څو وکولی شي خپل مظاهرن معلوم میشه که بخاطر به جلب سرمایه یا فنډ که شما اشاره میکنین راه درست نیست که باید حالا متوسل به خشونت شوند در خصوص نهایتاً یه جذب بکنه خب نهایتاً فکر میکنین حالا خارجی نهادهای خارجی موجود داره در خصوص فعالیت دارن ظاهرا گفتم میشه صدایشون هم را بلند کردن هیچ تأثیر بر سیاست های مهاجرت نداشته تغییر نکرده سیاست های خارجی ها یا کشورهای دیگر در داخل افغانستان ما هم که حکومت داره حکومت سرپرست است مکلفیت حکومت چی است در خصوص حل مشکلات او سنای حکومت یا حکومتونو په ټوله معنا باندې د خپل وګړو د حقوق د تضمین د اغوی د اعاده او د خپل وګړو د حقوق د ترلاسه کول د لپاره په ټوله دنیا کې دوی مکلفیت او مسولیت لري او دوی په دې کې لومړی درجه مکلفیت لري چې د مهاجرینو په اړوند باندې له یادو هیوادونو سره کینی خبرې ورسره وکړي او د خبرو اترو له لارې د یو میکانیزم یو چوکاټ د رامنځته کېدو په وسیله باندې چې هغه کې د کډوالو لپاره د سازمان ملل د کمیسارۍ یا یونیټ چار استازي موجود وي د افغانستان د حکومت د مهاجرینو د وزارت استازي موجود وي د کوربه هیوادونو چې هلته مهاجرین موجود دي هغه موجود وي په دې اساس باندې یو میکانیزم د یو چارچوکاټ په اساس باندې دلته دوی یو توافق ته ورسیږي په دې کې د اوسنی حکومت هغه مهمه پالیسی باید موجوده وي تر څو کمیزه د سازمان ملل یا یونیسار هم دې ته واداره کړي چې د افغانستان د مهاجرینو د حقوقو د اعادې لپاره او هلته د هغوی د حقوقو د پښو د لاندې کېدو لپاره هغه متوجه کړي او دوی ته وښيي چې د افغان مهاجرینو حقوق په یادو هیوادو کې تر پښو لاندې کېږي د یو چارچوکاټ په نتیجه کې موږ غواړو چې افغان مهاجرین بیرته هیواد ته راستانه شي افغان مهاجرین بیرته هیواد ته راستنشي او دلته د هغه پانګه هغه شتمنۍ چې دوی په یادو هیوادو کې په کار اچولې د هغه راوړي په افغانستان کې په کار واچوي د دې تر څنګ هلته ظرفیتونه دي هلته نور هغه دي تر څو وکولی شي موږ مهاجرین چې زموږ په وړاندې د یو فشار د وسیلې په توګه ورڅخه ګټه اخیستل کېږي نور دا فشار وسیله هم ګاونډیانو ته شاید سفرهای متعدد از مقامهای امارات اسلامي از وزارت مهاجرین و عادت کنندگان بودیم در کشورهای نیاد شده هم اونجا سفارت هایی که وجود داره اونا هم صحبت هایی داشتن در خصوص تایی که حل شو مشکلات مهاجرین به نتیجه نرسیدن فکر میکنین مسیر که رفتن اشتباه بود مکانیزم درست وجود نداشت یا چرا نهایتا حل نشد این مشکلات اصلا بلکه افزایش هم پیدا کرد یا طرف تا دی اسلامی امارت مسئولیت او باندې چیزا واقع گیدم دی دوی مسئولیت تا چی دی دی همه هنگی دی پارا دوی کار وکی بل طرف مقابل هیوادونه دی مقابل هیوادونه پوسنه شرایطی که چه افغانستان پر رسمیت نده پیجندلش وای پا افغانستان پی اقتصادی برخه که دی مشکلات و سرم مخده دلته فقر غربت حاکمیت د دې څخه متاسفانه ناوړه استفاده کوي ناوړه ګټه ورڅخه اخلي او غواړي چې نور څه په سیاسي برخه کې د مهاجرینو په واسطه هم ترلاسه کړي لکه د ځینو ادعاګانو په شمول ځینو نور مسایل چې دوی راپورته کوي دا مسله هم راپورته کړي په دې مسله کې د ملل متحد مسؤلیت هم تر پوښتنې لاندې ده هغه ولې په دې باندې خاموشه ده ولې دوی نه غواړي ګر چې دوی سفرونه وکړل پاکستان ته او نورو هیوادو ته د افغانستان د مهاجرینو په اړوند باندې ولې نتیجه نه ده ورکړې نتیجه باید دا ورکړي د هغه هیوادونه باید مکلف کی په دې باندې هغه کنوینسون چې دوی رامنځته کړی د هغه کنوینسون چې ملل متحد د خپل بشر حقوق د اعلامیې په اساس باندې د منشور خپل منشور په اساس باندې را ایجاد کړی ده د هغې د پیاده کېدو دپاره دوی لاره پرانیزي او بالاخره وکولی شي هغه بشري خوندیتوب چې هغه حقوق د مهاجرینو دي هغه باید خوندي شي او بالاخره په یو امن او په یو مسالمت‌آمیز ډول باندې افغان مهاجرین هیواد ته رسنه شي. بسیار تشکر سپاسگزارم. به افغان صاحب قبل از اینکه در رابطه با مسئولیت‌های داخلی هم بیشتر بپرسم در جنبندی می‌خوایم رو داشته باشم اما فکر میکنین تا سالیان متمادی چقدر سازمان های جهانی صدایشون در خصوص دفاع از حقوق مهاجرین بلند کردن و سازمان ملل که خودشان کنونسیون را ایجاد کردن چقدر تانسته دفاع بکنه از آنچه که خودشان طرح کردن در خصوص دفاع به نام مهاجرین بعد بفتان بین المللی در ارگان های بین المللی در این راستا موافق نشدن که با مهاجرینی که برخورد بدی صورت میگیره در پاکستان و ایران موافق شوند اصلا هیچ کاری کرده نتوانستند اما در کشورهای غربی جایی که حقوق مهاجرین تامین است
در این کشورها کار کردن و فعال هستن و دیگه شکی نیست که هیچ از مهاجرین مشکل نداره برای زندگی از دار رسیدگی میشه، ولی بدبختانه در پاکستان و ایران تا جایی که ما دیدیم اصلا هیچ کاری صورت نگرفته از سازمان هایی که برای مهاجرین کار میکنند، سر و صدا بلند میکنند تا مزد میگیرند به این خاطر، ولی تا بال موافق نشدن. بدبختانه که یونیکسیار خودش هم که خواست به خاطر این مهاجرین تولید شده ولی او هم در این راستا موافق نبوده. تنها مقدر توانستند که سرمایه های افغانستان را که اشخاص بسیار رسیده است آنها را از کشور افغانستان خارج کنند تا خودشان راشان ویزه میگیره، پاسپورت میگیره، از افغانستان اونها را میکشند. ولی کسایی که در پاکستان و ایران با مشکلات مواجه هستند در این راستا هیچ نه کمک خاصی صورت گرفته، با وجودی که با کشورها کمک میکنند با ایران، با ایران و پاکستان نیست کمک میشود، ولی مستقیما با مهاجرین هیچ کدام کمک خاصی صورت نگرفته و نه اینها توانستند که برای حکومت افغانستان حالا پرسش من میاد افغان چپ، چرا مثلا وقتی قانون جهانی تصویب میشه، ایجاد میشه و کنوانسیون هم تشکیل میشه، شکل میگیرن، اما می کشورها یا نهادهای جهانی که خودشان مولد همه قانون و همه کنوانسیون هستن اما صلاحیت اجرایی را در خصوص تطبیق از او ندارد؟ بدبختانه ما شما فعلا شاهد غزه هستیم، فلسطین هستیم که مثال بسیار زنده است که چی میگذره و جهان چشم خدا فوت کنه، اصلا نمیخوان که ببینه که بالای مردم غزه چه قسم ظلم ها صورت میگیره، ولی اینها حق گپ از حق حقوق بشر و حقوق مهاجرین میزنن. درست است ارگان های را ایجاد کردن، مصارف میکنن، البته اکثریت بودجه اینها که اما فکر میکنین سمبولیک هستن و آنچه که ادعا میشه در خصوص حقوق بشری و حقوق بشر یعنی چیز به نام از وجود نداره، همه ابزار فشار و ابزار وسایل سیاسی هستن. بدبختانه که فعلا ما شما شاید یعنی این مسائل هستیم که اکثریتشان استفاده سیاسی میکنن و کدام کار خاص برای مهاجرین صورت نمیگیرد و اکثریت بودجه اینها که مصرف میشه بالای اداری مصرف میشه، مصارف اداریشان است که مصرف میشه و چیزی به مهاجرین نمیرسه و در این راستا با وجود از اینکه سر و صدا در کنج و کنار بلند میکنن ولی کدام کار عملی صورت نمیگیرن. میالی بالای افغانستان بسیار زیاد اینا میگن که افغانستان حقوق خانم ها را مراعات نمیکنه، دوی شک نیست، ولی اینها عملا هیچ کدام کاری نکردن که برای امارات اسلامی صحبت کنن تا امارات اسلامی را وادار بسازه که دروازه های آموزش را برای دختران باز کنن، کار را برای زنها اجازه بدهن تا زنها نیز کار کنن. افغان صاحب یک مسئله دیگر هم که شان این مهم است که باید ذکر بکنیم، چقدر خود رفتار افغان ها باعث میشه تا که کشورها سیاستشون در خصوص اونها تغییر بده؟ میبینیم بعضی از وقتا مثلا قانون شرکنی شکل میگیره، خلاف اصول مثلا رفتار میکنن، یک چیزی است که میتونه فکر میکنین تاثیرگذار است بر سیاست های خارجی کشورها در برابر مهاجرین؟ بله، اما در مورد افغان ها باید گفت که من تا تقریبا 25 سال میشه با مهاجرین افغان کار میکنم. افغان ها در افغانستان هر کاری که میکنن، ولی از افغانستان که خارج میشون بسیار به احتیاط قدم بر میدارن. افغان ها یعنی تو کار نمیکنن. درست است که اگم مفایل جلی رو میدارن. تشکر، افغان سه بر میگردم، وقفه میگرم، دوباره بر میگردم به ادامه صحبت های شما و از آن بینده پس از وقفه دوباره بر میگردم. پیدامه نیمه روز خوش اومد. افغان سپیدامه صحبت های شما رو بسیار کوتاه میخوایم داشته باشیم. بله، بهتر است اول خود در قدم نخست خود افغانستان باید کار کنه. ما یک وزارت داریم، وزیر داریم، در این راستا باید کار کنه که مهاجرین در کشور برگردن. اول زمینه زیر باید مساعد بسازن، کاروبار از زمینه کاروبار مساعد بسازن و از همه مهمتر تعلیم آموزش ها. حالا نصف نفوس افغانستان حق نداره تعلیم بکنن، کار بکنن، ولی وقتی که این نوع مشکلات ما داشته باشن واضح که فقط همگی میبرن، هر کس از دختر داره و هر داره و میخوان که اینا تعلیم بکنن، درس بخونن. وقتی که اول کوچه این مشکل باشه بعد از اون ما میتونیم در مورد بیرون صحبت کنیم، اول مشکل خود حل کنیم. وجدا از این فکر میکنه عواملی وجود داره افغان چپ که خب این روند نیست که تا 3 سال حاکمیت امارات اسلامی آغاز شده باشه، مهاجرین و مهاجرت در کل. قبل از اون ما مهاجرین افغان داشتیم، رفتن کشور ترک کردن. عمدترین دلیل جدای از این مثلا چی میتونه باشه؟ جدای آموزش و کار. اصلا موضوع یک جوان اکثر افغانستان را به خاطر مسائل اقتصادی ترک میکنن، دیگه کشورها که میان کار میکنن و وقتی که آنها میبینن فامیلایشان که یک گریب زمین داشت، زمینه که فروخت، بچهش اینجا روان کرد، وایده که بچهش به افغانستان روان میکنه و قدر زمینش کرده نمیتوانست و نموسته که اکثر مردم تشویق میشن که کشور خود ترک بگیرن. یکی از عوامل عمده شمین است.
و دیگرش هم آموزش دختران است که برای فعلا است، البته که اکثر افغان‌ها در حدود 8 میلیون ترک افغانستان است. اصلی موضوعش همین است که آموزش دختران در افغانستان ایجاد داره. بسیار تشکر افغان سپاس. از سه برچند اشاره پیشتر در لاول گفتایتان داشتن در رابطه با مکلفت ها و مسئولیت های امارات اسلامی و هر حکومتی که حاکم باشه در افغانستان، میبینیم که اشاره که کردین مهاجرین به عنوان ابزار سیاسی در برابر حکومت ها در برابر افغانستان استفاده شده در سوی کشورها، چقدر زمینه از این عالم مساعد است که برگرده 7 میلیون مهاجری که در بیرون هستند و اونایی که در اطراف هستند در نزدیک هستند بیان در افغانستان از نیروی بشری از ظرفیت ها از اون استفاده شود در بهبود وضعیت؟ اول خو زب حکومت باندې غک کوم چې د زیربط نړیوال ارګانونو سره د یاد کوربه هیوادونو سره لنړیوالو سازمانونو سره له بشرپالو هغه هیوادونو سره دوی په دې باندې باید خبرې وکړي، دوی سره کښېني او دوی سره هماهنګ کړي تر څو د افغان کډوالو حقوق هلته او د هغوی بیرته رسنیدل دا په یو میکانیزم کې رامنځته کړي. دویمه مسله دا ده چې په هغه یادو هیوادو کې په مهاجرینو په کډوالو زما غږ ده چې نور هغه خپله پانګه او خپله سرمایه ګذاري چې هلته کړې ده هغه انتقال کړي افغانستان ته تر څو دلته د دوی هغه سرمایه ګذاري هم تضمین شي، په عین زمان کې دوی امنیت هم خوندي ده دلته، تر څنګ دوی وکولی شي یو څو نور افغانان ته هم کار پیدا کړي. بدبختانه په تیرو حکومتونو کې دا ظرفیت پیدا نه شو، په تیرو حکومتونو کې دا احساس پیدا نه شو چې حداقل هغه د راغلو پیسو 15% دوی په مهاجرینو د سهولت دپاره او د هغوی د بیرته رسنیدو دپاره مصرف کړی وای، اوس به په دومره کچه مهاجرین موږ په نورو هیوادو کې نه درلودل، موږ به هغه مهاجرین بیا زموږ په وړاندې د یو ابزار په توګه استفاده نه کېده. نو په دې اساس باندې هغوی دغه کار ونه کړو. اوسنی حکومت ګرچې نوی ده، د اقتصادي مشکلاتو سره مخ ده، دلته فقر او غربت چې ستر دښمن ده، د همدغه وضعیت د دې د مهار دپاره موږ هغه کار پکار ده، د دې دپاره سیمینارونه راغوښتل پکار دي، د دې دپاره ظرفیتونه را ایجادول پکار دي، د دې دپاره د متخصصو خلکو سره مشوره کول پکار دي تر څو څنګه وکولی شو په اوسنیو شرایطو کې په اوسني بد حالت کې چې موږ په اقتصادي لحاظ ورسره مخ یو څنګه دلته کار اشتغال ځایي وکړو، څنګه دلته افغان مهاجرین افغان هغه سرمایه ګذاران چې په بهر کې سرمایه ګذاري کړې ده هغه را تشویق کړو دلته په افغانستان کې سرمایه ګذاري ته وهڅوو، ځکه اوسنیو شرایطو کې سرمایه ګذاري دپاره ډېر ښه شرایط مناسب دي رامنځته شوي دي. بهر هیوادونه بهر سازمانونه او شرکتونه په دې لټه کې دي چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. نو یو افغان شرکت ته یو افغان هغه ته دا ډېره مهمه ده. په عین زمان کې د دې سرمایه ګذاري د دې سرمایې را انتقال دپاره له یادو هیوادو کې له هغه سرمایه ګذارانو سره له هغه تجارانو سره باید افغان حکومت نږدې کښېني، د هغوی سره ګرچې غوښتنې شوي دي بار بار د افغان حکومت له ادرس څخه، ولې تر اوسه پورې هغه په کچه باندې چې په کار ده هغه زمینه سازي رامنځته شوې هغه نه ده شوې. په دې کې د نړیوالو هیوادونو هغه مسؤلیت نهادونو او بانکونو مسؤلیت هم ده، ځکه چې ډېر محدودیتونه چې دوی په افغانستان اوسني حکومت باندې وضع کړي دي هغه بشري اړخ لري، په افغانستان وګړو باندې ډېر اغېزه ده، نه دا چې په حکومت باندې ډېر تاثیر غورځولی. زودا سپ اگر جنبندی هم داشته باشیم، خب حالا اشاره هم کردیم در رابطه با سرمایه گذاری ها و گفته میشه که افغان ها در صدر سرمایه گذاری در ایران قرار داره و همین گونه نزدیک به یا کم و بیش 3 میلیارد دلار در پاکستان سرمایه گذاری کردن، احتمالاً که بیشتر از این باشه. حالا خود مهاجرین چقدر مسئولیت دارن حالا درک بکنن، خب بیاین با وجود که میبینن چه چیزهای شکل گرفته چگونه رفتار میشه در خصوص از اینا، بیاین در افغانستان پس از در کنار حاکمیت هایی که وجود داره زمینه را به خاطر بهبود وضعیت خودشون هم آماده بکنه. زما په نظر باندې هغه باید یو افغانی احساس په درلودلو سره باید دا فکر وکړي چې زما سره په بل هیواد کې څه ډول چلند کیږي، زما د سرمایه گذاری سره څه ډول چلند کیږي، زما د پانګې سره څه ډول چلند کیږي، زه هلته په کومه شیوه اوسېږم، زما سره برخورد په کومه بڼه ده. نو په دې اساس باندې دوی دا احساس باید پیدا کړي زما په مهاجرینو باندې غږ ده که هغه په پاکستان کې دي که هغه په ایران کې دي که هغه په نورو هیوادو کې دي، او د دې احساس لري او د وطن پالنې دپاره دوی نالیږي او دوی په دې فکر کې ده چې باید افغانستان رشد وکړي او یو ورځ دلته راشي. نو زما په نظر باندې اوسني ښه شرایط دي، ښه زمینه ده، او اوسنی حکومت ورته ډاډ ورکوي چې ستاسو د امنیت په خوندیتوب کې موږ درسره کومک کوو، ستاسو د شتمنۍ په خوندیتوب کې موږ درسره کومک کوو. نو اوسنیو شرایطو کې دوی ته پکار ده چې راشي هیواد ته او هغه سرمایه ګذاري چې په هیواد د باندې کړې ده هغه په هیواد دننه وکړي، یو څو هیوادوالو ته کار پکې پیدا کړي، په عین زمان کې یو ډاډ رامنځته شي، یو اعتماد فضا رامنځته شي تر څو نور د مهاجرت لړۍ د افغانستان څخه قطع
نشي او نور از افغان ځوانان د سندونو د نهنګونو خوراک نشي د ځنګلونو خوراک نشي د حیواناتو خوراک نشي او نور وکول شي په افغانستان کې خپل ظرفیت خپل هواد په ودانولو کې وکړي خپل انرژي د خپل هواد په ودانولو کې استعمال کړي. سپاسګزارم. با افغان سه باخین صحبت های شما را مې داشته باشیم. حالا نقش سازمان های جهانی و با هماهنگی حکومت سرپرست چقدر مهم است که زمینه را به خاطر برگشت مهاجران افغان مساعد بکنه و چقدر فکر میکنین برگشتشان در چنین شرایط مهم هست؟ بسیار مهم است. البته اول باید خود وزارت مهاجرین افغانستان دست به کار شود، همراه سازمان ملل صحبت کند، همراه یونیسیار صحبت کند که مهاجرین را چه قسم به وطن برگردانند. در این راستا فکر کنم صحبت ها هم جریان در ولی افتابال موافق نشدند، چون که دیگه مشکل صد راه قرار دارد که او عبارت از تعلیم و تحصیل دختران است. مثلا ما می خواهیم با وطن خود برگردیم، ما خود ما که در اروپا هستیم همه چیز داریم ولی وطن نداریم. این نیست که ما دیگه مثلا 100 سال هم تیر کنیم باز ما به صفت یک مهاجر شناخته میشیم، چون که ما از این مملکت نیستیم. هر رقم پاسپورتی که در جیب داشته باشیم هر جایی که بریم میفهمن که از این مملکت نیست، یک افغان است. همه ما می خواهیم که برگردیم ولی فعلا که امنیت آمده دیگه شک نیست، کاروبار هم است، ولی وقتی که ما همراه خواهر و دختر خود چطور کنیم؟ ما را در افغانستان بیاریم خانه بند کنیم، مکتب رفتن نتانه و ما میخوایم کاروبار خود هم انتقال بدیم. درست. با یک پرسش که در ذهن ما افغان سبی است، ما میخوایم بپرسم یک چیزی است که وقتی یک افغان میره بیرون از کشور با کسایی که در داخل افغانستان هستند تماس میگیرند، یک تصویر بسیار متفاوت از اونجا رو برش رایم میکنند. اینا یک انگیزه برش خلق میشه که باید ترک کنه افغانستان. فکر میکنین آگاهی دهی در این خصوص چقدر میتونه مهم باشه تا اینکه حداقل نه تنها یک بخش از خوبایی کشورهای دیگر رو ببینیم، بلکه مو راه که اینا مثلا دشواری هایی که اینا در این مسیر میپیمایند متقبل میشن، مشکلاتی که وجود داره اونا رو هم باید در نظر بگیرن. این نقطه بسیار مهمه را شما اشاره کردین که در راستا اصلا کاری صورت نگرفته. برای خود حکومت افغانستان فعلا کار است که همین در این راستا کار بکنه، مردم آگاه بسازن، از مشکلات را باید اینا را خبر بسازن، از این هم باید خبر بسازن که شما وقتی که کشورهای بیگانه میرین که 100 سال هم آنجا بگذارن، این بازم شما افغان هستین، شما را به صفت افغان میشناسن، شما یک بیرونی هستین. و این خاطر باید کار صورت بگیره. در این وقتی افغانایی که بدبختان از این کشورها میرن و عکس بیجا را به افغان ها نشان میدن، مردم را تشویق میکنن که اینجا بیاین. این هم اشتباس، کشور از سرمایه خالی میشه و چون که حال ما میبینیم که اکثر سرمایه بشری افغانستان بیرون آمده که به ضرر افغانستان است. و این راستا باید حکومت هم کار کنه و خود افغان ها هم باید کار. بسیار تشکر آقای عبدالملک افغان، فعال حقوق مهاجران و آقای هوادسازی استاد دانشگاه سوزتان در نیمه روز امروز. خیلی خوش آمدید. سپاسگزار حضورتان.